این مردم افغانستان چه قسم مردم است؟ خودش تشریح میکنه، میگه مردم افغانستان مار وارست. امریکای چرا در افغانستان آمدن؟ یکی از اهدافشان اقتصادی است. گفت چرا آمدین اینجا؟ گفت حالا ما آمدیم دمی افغانستان چی میکنین؟ گفت مردم افغانستان مار هستن، مثل مار. چه قسم مار است؟ گفت ما مثل ماری هستن که سر خزانه خو است. آل ماری که سر خزانه خو است، تو میخوایی خزانه شه بگیری؟ آلی مار خود لوده است، نه این خزانه را خودش استفاده کرده میتونه، نه برای دیگاه میمانه که استفاده کنه. پس ما آمدیم خود تو خودت خود کشیده نمیتونی، سر خزانیت خوستی، نفت داری، یورانیم داری، زمرد داری، طلا داری، آهن داری، داری 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 کشیده نمیتونی. پس ما آمدیم آلی این ماره که در سر خزانه هست، دانشمنداش برای دیگه اقتصاددان ها درس میتن، برش میگه که خب این مردم هستن مار، سر چی خواه هستن؟ سر خزانه. آل ما میخواییم این خزانه رو بگیریم. چه قسم این خزانه رو از این مردم افغانستان میگیم؟ با دو شرط، دو شکل یاره میگیریم. چه قسم دو شکل میگیریم؟ این برنامه تجارتی است. از مار چه قسم میتونی خزانه رو بگیریم؟ میگه والا مار دو شکل میشه، یکی مار براش توله بزنی رقص میکنه، تیز نه؟ بعض مار هاست که توله بزنی رقص میکنه، خلاص یک توله رو بگی برای مار زده برو تون 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 تون. مار در رقص میکنه، که در رقص آمد روش طرف میشد پت پت همی خزانه شد چی کن؟ گرفته برو. و یک تعداد دیگه است که بازی ها در رقص عادت نداره، حرکت جنگ میکنه، باز برای ازوش چی بیار؟ سلاح رو بگی برای بکن. مردم افغانستان هم مترستن، زیر پایشان خزانه هست یا کلشان مار واره هستن. پس از این مارها چی قسم ما بگیریم؟ یک تعدادشان برشان ساز دیگه، فلمار خواندن ها رو بیار دیگه، در میار کوچکی بری ساز است و خواندن است و در او تلام خواندن است و زنهای رقاصه هست، پیش ثبت این تلویزیون ها. حال که سعی کنی جوان ها را اکثرشان مارا را سعی کنی دمیروی سرکان بری اگران تا مار را سعی کنی تو مار واره گوشکی ها در گوشش ماندگیست دیگه، اما تا چورک خورده میره خانده کرده میره. این حال این مارها را در چی مصروف کرده؟ در رقص نیست؟ هست نیست؟ حالو که بر تو 3 میلیون دلار تلویزیون میسازه و بیست چه هر روز مثلا پرسانش میگه میگه 40,000 دلار من مانه مصرف دارم، این 3 میلیون دلار تلویزیون میسازه و 40,000,000 دلار هم 40,000 دلار هم مانه مصرف داره، ایره مفت میده؟ میگه نه، ما میخواییم که 20 میلیارد از اینا سرمایه بگیریم، به خاطر 20 میلیارد قانون تجارت است 1 میلیارد باید مصرف کنیم. شما که تجارت کلان کلان بشین، یکی تجارت های تو خورد خورد است، از این خورد ضابط ها گپه نگیرین، که جنرال هایش بشینین، تجارت که خوب کلان کلان هستن و سرمایه دارای قوی قوی هستن، میگه بله وقتی که یک پروژه باشه که 20 میلیارد باشه ما مجبور هستیم برای از 1 میلیارد چی کنیم؟ مصرف کنیم. هر تجارت میخواست پس کمپاین کنیم، مثلا مارکتینگ کنیم، اقتصاد مضمون خوانده میشه برای مارکتینگ. پس گفت مارکتینگ ما چی هست که 1 میلیون برای چی هم 1 میلیارد میتیم، در این 1 میلیارد 1-4 تا مکتب برش جور میکنیم، 1-4 تا سرک برش جور میکنیم، 1-3 تا شفخانه برش جور میکنیم، سیست نیم؟ اینه و یا خوشحال هستن، 1-4 تا تلویزیون برشان جور میکنیم، یارم میرقصانیم، یار دیگه 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 رقصی نمیره، سری محترم بالاست رقص کردن میره، سر از اون رقص کرده میره، آه رقص میکنه، زنده باد ملت آزاد و قهرمان افغانستان که بابا کلانای ما 1 انگلیس تحمل نکردن، زنده باد ما نواسایی که چوچای انگلیسن، کت کاکایشو، کت مامایشو، کت بچای کاکایشو، اسپانیا و فرانسه و روس کلش آمد. حالا ما دیگه با غیرت هستیم که دیگه استقلال خود داریم. خیشاشو جای بیچاره چی ملامت بود؟ او بیچاره یکت انگلیس آمده بود، بیعقلام شد، کافرام شد، مرتدام شد، شاشو جا نامشان بفت، کارمل بیچاره چی گناه کرده بود؟ خسر تانگ روسی آمد. حالا که ما کت کلش درگیر هستیم، ما بسیار خوب مردم هستیم، ما دیگه بسیار خوب هستیم. ای چی هست؟ به خاطر از ای که
مستشرقین بر از اینا گفتن که این مردم اینی قسم زید بگیرین، یک تعدادشان کت دول و رقص و ساز مصروف کنین در تلویزیون ها، در تمام جای ها دیگه کل اگره که ببینیم برشی هست، و یک تعداد دیگهش که باز به این همیشه به چی مصروفش که باز بزنش بکشش از بند ببرش بمباردش کن خلاص، یک تعداد دول قوم پرستی می رقصه، قوم از قوم 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 ما غیرت داریم، یک روز که ما یک روز شیشته بود چی میگه، میگه این منطقه خو از ما هست، این قبرستان هم از ماست، من افتم الخی بابا کلان ما چطور کنم بوس پرت اینش خستخانه لازم سر قبر سر قبر بابا کلان ما خانه جور کردن، یفی قبرستان هم از ماست ما قوالی شده خب صحیح اینال کت مسلمان خود سر قبرستان جنجال داره، خارجی که باز آمد چند کیلومتر برش گرفت باز هیچ مشکل نداره، که تازه هیچ مشکل نداره، او باز وطندار اصلیش است، که تازه هیچ مشکل نداره، این حال اصلا برنامه یکی از برنامه دیگهشان یکی هدف انگیزه استشراق این اقتصادی بود، دومش هدف انگیزه دینی هست، مستشرقین به خاطر چی آمدن؟ گفت ما آمدیم به خاطر ازی که از نگاه دینی در بین از اینا کار بکنیم، چه قسمت از بین دینی کار میکنیم؟ گفت که باید از طریق پوانتون ها مستشرق کسی است و تا آدم های عادی عادی نیستن، علمایی که علمای بزرگ است، دکتر است، ماستر است، پروفیسور است، میاد پوانتون ها تدریس میکنن، میاد کتاب ها نوشته میکنن، در جراید نوشته میکنن، اینالی این مردم ها کلان کلان آدم ها هستن کلان بشیشتن چی میکن؟ تمام روز میشینن چیز تخصصت؟ والا تخصصم تفسیر است، انگلیس است، تخصص چی هست؟ میگه تفسیر، درس میته برد، شما که در پانتون آکسفورد برین در انگلستان، در پانتون سوربن برین در پاریس، استاد داره تفسیر درس میده، امیال ما بخوایم دکترای ما در تفسیر بگیرم، امیال برد بورس میته، میگه بیا بورس هم برد باسانی نمیده، خب ما تو پیسه دبل باید برش بدی، اونجا برد دکترا میته در چی؟ در تفسیر، دکتر آمیته در چی؟ در حدیث، آلی این متخصص کتابش چی است؟ کتابی که اینو شکه در خودش، کتابی که دکترای خود گرفته در چی است؟ شبهات، ایجاد شبهات در آیات قرآن، اقه دکترا نمشته کرد، شبهات در چی؟ در آیات قرآن، باز میسه ای آیات تو رسید درست دیگرش سعی کنید شما دکترایتون در چی هست؟ باز بگم My doctorate is in about the women's of Prophet Muhammad صلی الله علیه وسلم، اگر دکترای ما در باره زنهای پیغمبر است، مردم در شک پرتیم چرا پیغمبر یازده زن گرفت؟ از تو چی هست؟ تو تخصص چی هست؟ مگم تخصص ما در ای هست که چطور میتونی بین مذاهب اسلامی تفرقه ایجاد بکنی؟ چطور میتونی سر حنفی شافی رو لد کنی در داخل مسجد؟ چطور میتونی سر شافی مالکی رو لد کنی در داخل مسجد؟ ما و شما کسی میبیشاری کسا رو که سیل کنیم برای خنده میگیره، من برش بگیرم برادر قد این جنجال که تو میکنی این جنجال نیست، تو در حقیقت گودیگه که هستی که توسط مستشرقین تو را میرخزانه، کافر هم میکنید، مرتد هم میکنن، دشمنی با سنت هم پیدا میکنید، بسیاری کسی هست همیل نمیفهمد، دشمن سرسخت حدیث است، آیت قرآن میگه والذین کفروا فتعس اللهم و اضل اعمالهم، الله میگه کسایی که کافر شدن فتعس اللهم حلاکت با سرشان و اضل اعمالهم و اعمالشان هم چی شد؟ و اضل اعمالهم اعمالشان کلش از بین رفت، الله علتش میگه چرا؟ میگه ذالک بانهم کرهوا ما انزل الله، چرا یوت شدن؟ کافر هم شدن، هلاک هم شدن، تمام اعمالشان شدن، میگه به خاطر از اینکه ما انزل الله را امرش کراهیت دارن، الله چی نازل کرده؟ قرآن و سنت نازل کرده، قرآن وحی جلی و سنت وحی حالی، نفر دشمن حدیث است، تمام روز مخالفتش کرد، صحیح بخاری است، کرد صحیح مسلم است، که احادیث صحیح بخاری است، کرد عمل و سنت است، دونو بیرون نفر بچه جوان سگرت میکشه هیچ چیز نمیگیش،
من یه کسایی رو میبینم با چشم خود در کوچه ها بابا اگر که ببینی قرار اونجا شیشته دو تا بچه دیگه اونجا لدو میزنه. لدو چیز کمساییست، کمسایی سابقه را حالی داخل کنم در چی؟ در نامشن لدو مانده حالی لدو خورا شیشته ای بابا لدوگک همه قیم بچه ها رو نمیده که بچه هم قمار نزن قربانی ریش سفیدای سابق. ریش سفیدای سابق که ما وقتی که جوان بودیم حداقل میدید که در یک من کر مبتلا هستی یک گپ خو میگفت برد ای قرار کرد از یام تو شیشته او بچه دیگه را سعی کنید در موبایل خواندن مانده کل یام تو رقص سایل دارن ای بابا قرار کرد تو شیشته در اونجا هیچ جنجال نمیکنه هیچ گپ نمیزنه اینه می باباگک در صف مسجد که از بازگم تو قدم سر تا پای سل میکنه اگر یک کمک تکلیف داشتین پایتن یگان تو شاید چیز نداشته باشن به حساب تکلیف پای خود یک ذره چاک گرفته باشن او بیچاره خبر نداره مریض است وقت رو لد کردن چرا باید از چهار ناخون زیاد ماندی آخر رو بیچاره باش میگم ببخشی تو خیبی بابا جان دی بغل که ما بفهمم سرشم خون و خون پر بازی جا میره برش تکلیف خدا نشان میده بازی میفهمه که ولی بیچاره شد وی خیبی ببخشی ما گفتم البته حالا اگر تو آدم مسلمان هستی دیندار هستی باش بگو برادا ببخشی همی تو چرا این کار کردی و برد میگه والا من اینی کارم به خاطر از اینکه در فلانی حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم شنید الله در حدیث شنیده اسم و طاعت لله وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم گفته من گپ ندارم چرا مسلمان چی است تسلیم است به قرآن و سنت وقتی گفتی نی آیت قرآن تو میگه خلاص تسلیم است این حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم خلاص ما تسلیم است اما چی است اینال مشکلش در کجا هست مشکل از این بیچاره نیست این خود بیسواد است این خود احمق است این خود قرآن نمیفهمه این خود دین نمیفهمه نه فقه قرآن و سنت میفهمه فقه قرآن باید بفهمی فقه الواقع رو بفهمی فقه الاولویات بخونی فقه الواقع رو بفهمی چهار فقه این بیچاره نه فقه القرآن میفهمه نه فقه السنه رو میفهمه و نه فقه الواقع رو که چی گپ از در جهان من این فهمه که ای کاری که من میکنم در حقیقت برای دشمنای اسلام را را ما چی میکنم باز میکنم چرا دشمنای اسلام از چی خوشحال میشه؟ از شکستاندن صف مسلمان ها الله میگه که الله دوست داره که صف مسلمان ها بنیان مرسوس واره باشه چی واره باشه؟ بنیان مرسوس بنیان مرسوس چی را میگن؟ نه خیر دیوال سربی سرب دیوال سرب چه قسم است؟ ما یک دفعه دیگه هم براتون گفتم یک دکتر یک روز برام تشریح کرد گفت وقتی که ما دکترها یک خانم میخواییم که از او اکس ری بگیریم این شای اکس ری بسیار خطرناک است وقتی که در بطن خانم اگر طفل باشه این شعا و طفله یا نابود میکنه و یا هم او رو معلول معیوب میسازه پس ما یک پردگه که سربی جور میکنیم این رو در سر بطن از این میپردیم بعد از او از سینش چی میگیریم؟ شای اکسری عکسش میگیریم ای از نگاه طب است خب چرا این پرده سربی گفت به خاطر که از سرب شعاع تیر نمیشه فهمیدین یعنی آل الله میگه که بنیان مرسوس یا آیت قرآن خیلی چرا گفته که حکمت چیست که گفتت باید شما مثل تعمیری باشین که خشتای زیچی باشه سرب باشه هر کدام دارم سرب باره باشه چرا؟ گفت شیطان که است از آتش خلق شده شعای اکسری واره شعا پخش میکنه میخواه که شما را نابود بسازن باید تو ایمان قوی داشته باشی که هیچ وسوسه شیطانی هیچ برنامه شیطانی تو را متزلزل نسازن سر تو تاثیر اگنی از داخل تو را خونسا میکنه اینال بسیاری کسایی که ایره نمیفهمن بیچاره میاین در بین صف مسجد تو زدنکو زدنکو است این جوان بیچاره که است آل خود جهان کلان شده یک کس آمد پیش من گفت استاد یک بچه یک کس از انگلستان کلان شده فامیلش هم وقت رفته انگلستان آلی بچه یک آمده فارسی رو میاد نداره رفته تا کدام مسجد نماز خوانده دست خود اینجی خود گرفته ایره چند نفرش صفیدا خیستن ایره لد کردن ای بچه های که لد کردن آل ای بچه در انگلستان امو مولوی که در انگلستان است این از روی سرک انگلستان از شراب و از قمار و از زنا و از عیاشی کشیده این رو در مسجد نماز یادش داده منتها نماز اونجا چون مردم زیادترشان یا شافعی هستن پیسه دار هستن اونجا مسجد انگلستان جور کردن
ما شما خوب بیچاره سر اسقاط تمام روز که چند روپه اسقاط بگیرم 50 روپه 70 روپه. اونا که هستن از جیب خود در انگلستان مسجد جور کردن، او از جیب خود انگلستان مسجد جور کرد، زمین خریده فلانی فلانی خرید. آل اونو بچه یک دمونجه بیچاره عالمه که ملای مسجد انگلستان است، این بچه جوان از اونجا از زنا از شراب از کل چیز کشیده، این آوردن نماز برش یاد دادن. این بچه یک آمده در افغانستان که نماز بخونه. آل میگه ایریش سفیده وقتی که لد کردن در داخل مسجد نمیفهمی زبانش هم نمیفهمی چی کردیم، ایریش سفیده خسته که وابی رو گیر کردیم چپش کنیم. سبحان الله سعی کنی چی بدبختی هست. آل من میگه بخیر تلفن ما چی کنم که برام زنگ زده. میگه آل این بچه از مسجد از رفتن به مسجد متنفر شده و میگه که من به انگلستان برم دیگه به مسجد به ایگپا نمیرم، چرا در مسجد بری تو رو لط میکنن. آل امی کسایی که امی جوان به خاطر اینمه قدر کار لط کردن، رسول الله صلی الله علیه و سلم به علی رضی الله عنه گفت که یا علی اگر یک نفر الله توسط تو هدایت کنه از اینمی کاروان تجارتی که برای تو خوبتر است. آل فکر کن یک نفر توسط تو کافر شد، یعنی یک نفر توسط تو چی شد؟ کافر شد. جواب الله رو چی میتی؟ حالا اینمی کار است که مستشرقین میخواه که در بین ما و تو مسلمان امی مشکل باید باشه. ما تو نباید مسلمان خدا به خاطر گذاشتن دستش زیر ناف بدبینی کتش کنیم. او لا اله الا الله میگه. اگر دستش زیر نافش است یا اگر دستش سر سینهش است یا اگر دستش کشال است یا اگر هر چیز، مذهب مالکی ها دستشان کشال است، مذهب شافی از این جمعی، هر کدامش دلیل از احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم داره. بفرمایید بخونید مذاهب. وقتی که تو مذاهب بفهمی هیچ مشکل برات پیدا نمیشه. پس اگر هر کسی هر قسم دست خود زیر ناف هم گرفت نمازش درست است، سر سینه هم گرفت نمازش درست است، دست خود کشال هم گرفت نمازش درست است، و به خاطر که نماز زیر چی درست میساد، عقیده توحید از این عمل از این ارزش میده. اول پیش تو عقیده توحید از این ارزش نداره نکنین. خدا مستشرق و شاگرد مستشرق در وساجد نسازین، مردم از دین اسلام از عقیده توحید متنفر نسازین، از مسجد متنفر نسازین. خودت که باز نماز میخونی قرائتت غلط، سر قرائت خود بین امی علی سید گن هر کس رو گیم کسا که جنجال میکنه، ما برو پیش مک یگان تاش که می جنجال میکنه، من پیش از اینکه جنجال کنی ها یک کس برام زنگ میزنم استاد بله که تو یک مناظره میکنه. بسیار هیچ مناظره نکو، خود تو بسیار عالم هستی، همین از سوره فاتحه رو برام یاد بده، من یاد ندارم. در یک سوره فاتحه 16 جای غلطی داره، 16 جای غلطی داره، 16 سال مقتدیای خود نماز غلط دادن. آیه تو قرآن میگه در روز آخرت هر کس امام خود ما کم میگیره. ما تو کتما چی مناظره میکنی؟ مقتدیای در روز آخرت تو زدن بتید، تو زدن بتید که تو خانه خراب کل نمازای ما رو غلط کردی. 30 سال و لغدالین میگن 30 سال امامت کرده قرآن چی میخوانه؟ غیر المغضوب علیهم و لغدالین. خب و لغدالین خان تو که قرآن غیر ندهش زیاد کردی، زیادت در قرآن فاسد میکنه نماز نه، خب تو خراب کردی قرآن. تجوید یاد نداره، قاری های قرآن سعی کنی یکی 20 رکات تراوی را در چند دقیقه داده در 20 دقیقه، در یک دقیقه یک رکات، در حالی که تو اگر بیدی تراویح رسول الله صلی الله علیه وسلم و تراویح صحابه را و تراویح امام ابو حنیفه را و تراویح امام شافعی را و تراویح از دیگر را که در نظر بگیری میبینی که سبحان الله اینا خودش باز میگه که فلان عالم دو رکات نماز تا صبح، دو رکات نماز تا صبح. خب به هر صورت یعنی عده اقل بمی یه چیز است که او بسیار نماز خوبش خوان. پس وقتی که میگی که امام ما نماز خدا دو رکات در 4 ساعت خوان، تو 20 رکات در 20 دقیقه میخونی، والله قاری صاحبای قرآن اگر در روز آخرت در روز میدان قیامت ندوانده تانه، چرا که تو بسته ماه مبارک رمضان نماز چه غلط دو. الان میگه در روز قیامت که یک نفر میه ها؟ رسول الله هم گفت مسکین کی است؟ گفت مسکین کسی است که مال و پیسه نه، گفت مسکین کسی است که حق ازیر خوردن ذره به هازه ایر زده. خوب یک نفر یک سیلی زدی در روز قیامت جزایش هم میبینی، اعمال نیک تمیدی. خب در این فکر نکردی که تو وقتی که ایر زدی یا دشنام دادی یا بد گفتی تو خیستی کل نمازهای زیر خراب کردی.
جواب میدی نمیدی؟ یعنی حداقل لطفا تعصب نکنین، لطفا از عقلتان کار بگیرین. من بر شما نماز دادم سیزنی و نماز غلط دادم، 20 رکعت بر شما خوب آمد تو خیستم، همین نماز داره برده، همین 15 دقیقه بردان خلاص کردم سیز، کلتان خوشحال شدین، برم پیسام دادین، پیسام جمع کردین، نقلام دادین، یک چند روپی نختام دادی، خیلی سالم تراوی دادی سیزنی؟ آله باور بکن من همیاله در جوانی خود یک چند تا تراوی نمی قسمی دادیم، والا همیاله میترسم، آله هیچ نماز نمیدم. میگم الله هو وقت نمیفهمیدم، جاهل بودم، بیخبر بودم. اینه باش که مردم خوشحال میشن تیسیس تراوی میخوندیم، اینه حالا گونه مردم ها مرا در روز آخرت چپه کنن چی روز ما خواد، الله عفو بکنه، نه الله عفو بکنه، الله میترسم همیاله. پس این حال از اهداف مستشرقین یکیش هدف اقتصادی بود، یکیش هدف دینی هست که ایجاد شک در عقیده مسلمان ها، ایجاد شک در شخصیت رسول اسلام، ایجاد شک در قرآن، ایجاد شک در سنت، ایجاد شک در تمام بخش های اسلامی میکنن. و اهداف دیگهش انشاءالله دفتی آینده میخوریم. و السلام علیکم.